عکس در موبایل به صورت ضرورت غیر ضرورت یعنی خلاصه عکس در جهان امروزی که بالاترین بازار خدا داره و گرمترین بازار خدا در سطح دنیا امروز عکس داره باید موقف اسلام در برابر هر چیز و خصوصا در این باب و این امر سیلاسابی که عالم را فرا گرفته باید سریزی بحث شود بحث غیر ضرورت های استثناس کسایی که اسناد تحصیلی دارن ویزه دارن پاسپورت دارن تذکیره دارن سفرهای حج عمره می روند باقی موارد دیگر این بحث که خردمس و از نصف تنه بالا هست این کاملا استثناس اشکال تخنیکی و علمی ندارد اما به زیر نامی عکس به عربی و نامی نام ذکری گفته میشه اما به فارسیش یادگاری گفته میشه امی عکس و تصویری که به صورت یادگاری گرفته می شود این امی از چی قرار است با تاسف با تاسف با تاسف من همیش به دوستای خود گفتیم اگر ما امروز در جهان اسلام که یک میلیارد و هفتصد میلیون مسلمان بالاتر تقریبا دو میلیارد مسلمان داریم هیچ یکشان از تصویر پیامبرم چیزی با خود ندارند از تصویر چهار خلیفه با خود ندارند از, از, تصویر صحابه و صدر اسلام از بزرگای دین کسی را با خود ندارن اما فکر رسول گرامی هم و صدر اسلام در دل هر که زنده هست بهترین محب به او امون است اما در جامع امروزی اصل حدیث همیس که پیمبر صل الله عله وسلم می فرماید ن شدهسبحان الله،, الله ان اشد الناس عذابا یوم القیامه المصورون رواه مسلم بحذب الاسناد یعن شدیدترین عذاب روزگار قیامت به کسایی داده می شود که در دنیا عکاسان و مصوران هستند یک بخش قضیه دوم ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامه فيقال لهم احيو ما خلقتم متفق عليه اه إن عکاسان دوزنده میشوا اون چه تصویر کردن و رمزنده میشواد بعد گفته میشواد که برای اینها روح دهید که با خدا شباهت کرده اين. اين این این از توانش نیست به الله خواسته باشه ادامه امام مسلم از سيدنا سیدنا حضرت علی رضی الله تعالی عن... تعال عنه و ان جمیع صحابه آه 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 الله ربالعزت از کلشان رازی باشد نور دیدهی ما تاجی سر ما از رسول گرامی میفرماید علی رضیالله عنه به من گفت که انلا تدع صورتا الا تمستها و ولا قبرا مشرفا الا سویته هیچ مجسمه و صورت را, نمی بینی که مگر او را محو می کنی و هیچ قبر را ساختمون شده و بلند نمی بینی مگر مانند دیگر قبرها هموار می کنی این معموریت جناب سیدنا امیر و شیخ الاسلام و المسلمین شخصت نخبه امت علی رضی الله از رسول گرامی است پس نتیجه همین شد که این عکس ها کاملا سرش یک کمک دنیا بحث زدن زیر نام عکس فتوگرافی و یا مجسمه و نقاشی شده فرق قائل هستند لکن تحقیق علمی در این رابطه این است فرق نباید قائل شویم فساد فساد است به هر شیوهی که باشد صلاح صلاح دعوت دعوت است به هر شیوهی که باشد لذا در این عکسهای یادگاری یا سلفی به تعبیر نسل جوان امروز بیشتر تلاش کنیم که ما به این چندان نباید ملتها را مصروف سازیم زیرا داشته هایی که ما خدمت به ملت و به مردممان، به شخصیت های نخبه مرده و زنده ما کرده باشیم از آدرس آرمو یا به تعبیر دیگر لوگو و شعار ما نمیتانیم. مقصد نیست آره ما شعار داریم لوگو داریم این چیزا ولی امر مقصدی نیست لذا مجسمه هایی که در جهان افغانستان و جهان اسلام دیده می شود تصاویر دیجیتالی و برجسته و بزرگی که در مواسم خاص در, جاده ها نصب و در چوکه ها نصب می گردد کاملا مسیری رسیدن به اهداف سرشار افراد نخبه نبوده و نیست هم بخی متعکد در این باب خدمتتان عرض می کنم.